صبحتان بخیر بازم به صبح زندگی خوش آمدین شما هم بیننده ساعت سوم برنامه امروزی ما کاملا به طور زنده هستین و ارزوی سلامتی بر همه هموطنان ما داریم که در هر کجایی از افغانستان هستن و هموطنانی که در کابل زندگی میکنن و متاسفانه از آلودگی هوا در شهر کابل رنج میبرن متاسفانه ما همیشه در شهر کابل از آلودگی هوا صحبت های داشتیم و همیشه نظرات مختلف از دوستها و همکارای خود را در برنامه و بر نشر رسانیم تا اینکه بتونیم که آلودگی هوا را کاهش بدیم ولی با وجود این همه هنوز آلودگی هوا یکی از مشکلات و چالش های اساسی هست که دامنگیر مردم های عزیز ما در افغانستان هست حالا اینکه استفاده از گاز و وسایل سوختی بی... البته باید بگیم در وسایل نقلیه که استفاده میشن مواد سوختی بی کیفیت چقدر میتونه بالای آلودگی هوا نقش داشته باشه یکی از مسائل خیلی مهم هست اخیرا کار کردی که اتحادیه گاز مایع یا LPG در افغانستان داشته بوده که اینا خواستن که پس این تشویق بکنن مردم را تا بیاین از گاز مایع ال پی جی به جای تیل استفاده بکنن در وسایط نقلیه این, این کار این کارکردشان چقدر مورد استقبال قرار گرفته و چقدر میتونه مفید باشه در این رابطه میخوایم بحث داشته باشیم با محترم عبدالله سادات رئیس اتحادیه گاز مایع که امروز در برنامه صبح زندگی با ما هستن آقای سادات خوش اومدین به صبح زندگی صبح شما بخیر صبح شما همچنان بخیر و صبح بینندگان محترم خدا کنه که روز خوش را رو آغاز کرده باشن و تا آخر هفته کوشش کنه که به خاطر اقتصاد و به خاطر حفاظت از محیط زیست یعنی دریغ نکنن با سلامت باشید ممنون از اینکه امروز هم بر ما وقت دادین آقای سادات بیاین از کار کرده اتحادی گاز یا ال پی جی اخیرا دستاوردی که داشته بر ما بگوین که چگونه شما روند استفاده از گاز مایی و عوض تیل در وسایل نقلیه را آمدین و ایجاد کردین و خواستین که از این پس مردم را به این راستا تشویق خب دستاورد یک سکتور به صورت عموم در قسمت از که مردم چقدر یعنی انتخاب میکنن و چقدر مردم میبینن و از او استفاده میکنن خوشبختانه اتحادیه ما و این سکتور خصوصی که زمانشان از چهار سال بیشتر نگذاشته و در این چهار سال ما توانستیم که هم برای حکومت و هم به مردم قناعت خوب بدهیم که چگونه استفاده بکنن و چیگونه اقتصاد رو بهبود بخشن از اولش بر شما بگویم که یک فرد رو ما می‌بینیم این سکتور که هست فرد عادی از این جامعه که داره دارنده یک وسیله نخلیه هست وقتی که بر از او در روز حداقل یعنی 600 هزار پس انداز میمانه 600 هزار سال میمانه پس انداز یا در روز 600 افغانی پس انداز میمانه در روز بر ما اونمو یک دستاورت کافی هست و تا سیم که حالا کم به یعنی از هر هوا نسبت از اون که در سال 2014 ما پیش بینی کرده بودیم تخمین زده بودیم که در سال 2019 و 18 یعنی آلودگی هوایی هوا اینقدر فیصدیش می باشه از او یک کم ذره پایین هست بله سلام. خیلی خوب بیان آقای صداد از کارکرد در ملی برای ما بگوین اخیرا شما مردم رو تشویق به میکنیم میکنین که بین از گاز مایع و عوض تیل بیان استفاده بکنن این طرح و این تکنولوژی رو شما از کدام کشور وارد افغانستان کردین و همچنان کارکرد از در کشورهای بیرونی چگونه بودن خب در سال 1995 تکنولوژی که در اروپا به در انگلستان لندن وقتی که پیش شد حکومت یعنی دید که واقعا از لحاظ محیط زیستی و هم از لحاظ اقتصاد بهتر است. بحر. چون یک مملکت کوشش میکنه که پولی که داخل خود چرخش داره داخل خود مملکت او خارج نشه. تیل خریدن تن به شما میفهمین از سازمان اوپک خریدن یعنی از مملکتی که نفت خیز هستن خریدن به یک مملکتی که نفت خیز نیست. پولش خارج و بر از یک ضرر هست. وقتی که دیدن که در مقابل از یا میتونه کم به مردم اقتصاد وارد بهشون بهبود برسونه و هم به خاطر محیط زیست بهبود هستن شروع کردن و حتی این حکومتایی که هست اروپا به صورت فرانسه بلژیم هست یا جرمنی هست یا همچنان ایتالیا پولند این مملکت های هستن که فعلا میخواین که به سال 2020 مکمل وسایت نقلیشون به سوخت گاز مایع تبدیل شود یعنی صفر درجه از تیل مصرف خیلی خوب و یکی دیگه که در قسمت ما میگیم که چی گناه ما از این استفاده کرده میتونیم تفاوتش در کجا هست بح. یک واسطه نقلیه که چهار سالند باشه تیل که اگر مصرف میکنه در یک کیلومتر دو کیلوگرم کربن دی اکسید تولید میکنه. اما در گاز مایع اگر استفاده شه در یک کیلومتر یک اشاره سه کیلوگرم کربن دی اکسید تولید میکنه. کربن دی اکسید چی, هسته و چی است و چرا رقم و اونا بهترین مردم خوب تر تشریحات میکنن. اما بین ما چی رقم کردن میتونیم و چی کرده میتونیم به مردم خود؟ شما فکر کنید که یک فرد عادی جامعه در ظرف 18 ساعت در 18 ساعت 24 دانه 24 دانه سیگرت کش میکنه از این آلودگی هوایی که ما شما داریم <applause> سازمان جهانی صحی WHO گزارشات اخیرشان یمی هست که در افغانستان از هر یک صد هزار نفر 406 نفر در سال متنفات داریم از آلودگی هوا <تصفيق> <تصفيق> نقش مردم در کجا هسته و چه گرن؟ اولش اگر برای زیاد مفاد برسه خوب است و همچنان اگر در این تلفات ما یک ذره کاستر بسازیم یعنی تعدادش کم بکنیم مفاد دیگه هستم نقش ماست خیلی خوب حالا هم این طرح در افغانستان چگونه تطبیق شده میشه صحی عملی داره فعلا مردم اومدن از استقبال کردن خب به صورت ما وقتی که طرح دست بی انترپرنور سیستم است و ما یعنی متشابهینی که شروع کردن در سال 2014 تا به حال فعلا در کابل بیش از 85 هزار وسایل نقلیه با سوخت گاز مایع تبدیل شده است خیلی خوب و همچنین در اواخر تاریخ 22 از سال 2018 تاریخ 22 نوامبر ما توانستیم که اداره محیط زیست وسایت نقلیه خود خود به صورت عموم کل گازی ساخته که ای یکی از نشاندی از که شورای وزیران هم همچنان موافقه کردن اه. که باید وسایت نقلیه که به دولت هسته به سوخت گاز ما تبدیل شه چرا افهمی چرا که دولت در سال 63 میلیون و 500 هزار دلار تنها مصارف به خاطر وسایت نقلیه خود ترانسپورتی به های ترانسپورتی هسته اما در گاز که تبدیل کنن سی دلار میشه یعنی سی یک میلیون و پنجصد دلار کاش،, کاش میشه و این به خاطر بودجه دولت مفاد است. بله یک پول خیلی زیادی که مطمئنا میتونه که در بخش های انکشافی و بخش های دیگه خیلی یک سرمایه گذاری بزرگ باشه بر ما بگین که اداره ملی محیط زیست چقدر از کارکرد این اتحادیه و این روند خوشبین هستند، راضی هستند و گفتنی های ریاست ترافیک در این راستا چه بوده؟ خب ترافیک <applause> ریاست محترم پلیس ترافیک به صورت اون کوشش میکنه که شهر به صورت عموم از لحاظ آلودگی هوا کمتر باشه و نه میخواد که مردم به شکل بگردن که باشن جنجال خرشا یا مشکلات صحی داشته باشن ریاست پلیس ترافیک اجازه داده به از این سکتور که فعالیت خدا بکنن. خود بکنن آن این وسایت نقلیه که میایه باید تشخیص شوه و برشان سیستم سوخت گاز که مبدل میشه برشان سوخت جواسیر سوخت گازی داده میشه از طرف خود ایتالیا هم همچنان در قسمت ازی که در سال بعدی ما تصمیم گرفتیم و وزارت محترم امور داخله وزارت ترانسپورت و وزارت مالیه تصمیم گرفتیم هر آنها دوای سایت نقلیه که به سوخت گاز تبدیل شده است در سال سه سال بعد وقتی که یا میخوان جاسر خود تمدید بکنن برازی ها مصارفشان یعنی کمتر باشه یعنی پولی که میکنن به خاطر تمدید جواسر اگر از تیل باشه 25 5000 28 هزار با. اما در گاز باشه 10000 هزار بانی. خیلی عالی است میتونه کارکرد خوبی باشه و یک روند تشویقی مناسب برای افرادی که دوست دارن که مصارفشان کمتر باشه بیاین در کل از مصارف ازی برای ما بگوین که چقدر تبدیل کردن همین موترهایی که با سیستم تیل هستن بیاین تبدیل میکنن روند تکنیکی موتر خود را به گاز چقدر مصارف داره و در کجا ها میتونه نایی کار بکنن خب به صورت وقتی که ما از تبدیلی میگیم میخواید از یک برکشاپ باشه یک منطقه باشه که باید از کسایی که در این افراد که کار میکنن مسلکی باشن و متخصصین باشن به صورت اون وقتی که این روند پیش شد استاندارد های ملی وزارت ترانسپورت و ریاست اتو میخانیک وزارت تحصیلات علی اومدن دانه دانه از ورکشاپ های و کسایی که در این بخش تکنیک کار میکنن امتحان گرفتن بعد از اون برشون اجازه داده شد که کارکردشان که کار کنن و ادامه بدن فردی که میاد پیش ما مصارفشون کمترینش مثلا چهار سال اند برشم بگیم بیست سی هزار بیست مصرف می داشته ولی از لحاظ اقتصادی اگر حساب بکنیم یا اگر صرف جویی بکنن در ظرف سه هفته پول از برداشت میکنن یعنی می داشته باشن پس با دستشان می و در ظرف یک سال یا میتونن که یک وسطی نقدی دیگر بخرن فایده برشان می باشن. و ما کوشش میکنیم که به فرد ما حقشان است که مفاد برسن خیلی عالی. آقای سادات حالا از واردات گاز بر ما در افغانستان بگوین. حالا زمانی که شما دوست دارین که موترها و وسایت نقلیه پس با سیستم گاز سازگاری داشته باشن، گاز قرار در افغانستان از کجاها وارد شه و همچنان نظارت بر کیفیت از چی گونه هست؟ به صورت نفت و گاز واردات که میشه این مسئولیت شب مربوط اداره مستقل استانداردهای ملی میباشه چرا که تعیین میکنن که آیا کیفیت از این نفت و یا کیفیت از این گاز درست است یا نه در قسمتی که واردات میشه از کدام مملکت ها واردات بیشتر میشه تیل و نفت یا یعنی نفت و یا گاز بر شما بگیم نفت و گاز هر دویشان از ترکمنستان واردات بیشتر میشن در افغانستان دیگر هست ایران ایران با فیصدی کم تومی که دارن یعنی نرخ بسیار کیفیت ضعیف هم همچون می داشته باشه <تصف> نفت و گاز واردات میشه ولی ما در سال 2020 ای خوشبختی ما هست که در سال 2020 پروژه تا به صورت ما آغاز میشه خیلی خوب و مفاده که ما می داشته باشیم یعنی در سالانه 5 بیلیون کیوبیک گاز که با ما که بعد دست ما میرسه ما میتونیم که به هموطنان خود عرضه کنیم و از این نرخ بسیار پایین تر به با ما میرسه خیلی عالی است یک کارکرد خوب خوب خبرهای واقعا خوشت بین است پمپ استیشن هایی بر ما بگوین که به خاطر گاز ما ایجاد شده در افغانستان هموطنان ما که موتورهای خود تبدیل کردن از وسایل نقلیه تیلی و گازی از کجا میتونن که گاز خریداری بکنن خب وسایل این گاز ال پی جی گاز ما که در خانه استفاده میکنیم به خاطر پخت پس زمین هست فرق در کجاست؟ یکی هست که فروشا هستن به خاطر خانه مصرف که میکنن گاز از استفاده میکنن اما کسایی که واسطه نقلیه دارن و میخواین که از گاز استفاده کنن و پرکاری کنن پمپ استیشن ها هستن که هم نفتام هم ارزان میکنن هم گاز ارزان میکنن و و مطابق استانداردهای ملی چک شده ریاست مواد نفتی و ارمی بینه هفته روزمره و تعقیب میشن که آیا کیفیتی که به مردم تسلیم میکنن ارزان میکنن درست است یا نیست خیلی عالی است میتونن خیلی براحتی از هر کجای در افغانستانم هم که باشن براحتی به با گاز دسترسی داشته باشن اقتصاد خوبتر برای خانواده خود ایجاد بکنن بیاین در کل از کارکرد از این روند بر ما بگنن. چقدر میتونه در کل برای اقتصادی یک جامعه اقتصاد کشور تاثیر گذار باشا. خوب خب اقتصاد در صورت اون وقتی که یک مملکت اگه میخواین که اقتصادش بهتر بسازیم باید پس انداز مردم خوب تر باشه بحق. از حلقه خورد شروع تا حلقه بزرگ با شما ماسبه میکنیم وقتی که اگر, اگر یک پس انداز میشه صرفه جویی ما میکنیم ببینید سی یک میلیون اگر صرف جویی دولت میشه در واسط نقلیشون سی یک میلیون دلار در ساله برای یک مردمی که تقریبا نفوس ما شما میلیون نفوس داریم ببینیم از کابل اگر 600 هزار وسطی نقلی است بلخ است جلابات از ولایت های دیگه است اگر در روز برازی ما بتانیم که 600 افغانی صرف جویی کنند پس انداز برشون میشه از مصارفشون، شد پس انداز یعنی صرف جویی 600 افغانی برشون برسه شما حساب بکنید که در 7 میلیون مردم چقدر پول برشون زیافه صرف جویی میکنند و چقدر اقتصادشون بهتر میشه یه حقیقت هسته محاسبه که وقتی که ما میکنیم محاسبه هسته مطابق روند اقتصادی بازار است و مردم مال فیلن که از مشکلات اقتصادی رنج میبرن بهتر از که اولین چیزی که اگر واسطه نفعه دارن به سخت و گاز تبدیل کنن و دومش شکل میخواین که آلودگی هوا را کاهش بتن خب سند بگیرن در این تکنولوژی و مو اقتصاد از شما خانم ها یاد گرفتیم چون سلامت. شما هستین که یک خانه و یک ملک تشکیل میدین و بهترین اقتصاد از پیش شما هست که ما میگیریم سلامت باشین آقای سادات ممنون از اینکه امروز با برنامه صبح زندگی تشریف آوردین و یک معلومات کلی و خوب برای هموطنان ما داشتین و های خوبی که اونا بیاین پس از این و اقتصاد خود خانواده خود توجه بکنن سلامت روز شما خوش